نظریه حقوقی پروفسور اریک داوید استاد حقوق بین مسئولیت عراق در جنایت علیه بشریت در اشرف در اول سپتامبر 2013 وظایف شورای امنیت و دادگاه جنایی بین المللی مسئولیت های سازمان ملل و دولت آمریکا بخش اول تحلیل حقوقی وقایع اول سپتامبر 2013 در کمپ اشرف در عراق توصیف کشتار اول سپتامبر این کشتار به طور وسیع توسط مطبوعات در تمام جهان گزارش و تشریح شد این نظریه و مبنای تحلیل قضای این کشتار بر اساس گزارش جزئی دقیق و عمیق شرکت حقوقی پرسوس استراتژیست که از این پس گزارش پرسوس نامیده خواهد شد این گزارش بر اساس گفته های 42 شاهد مستقیم تنظیم شده و منطبق است با اطلاعات مندرج در مطبوعات و همچنین تصاویر فیلم برداری شده توسط بازماندگان این کشتار در اینجا گزیده ای از وقایع مربوطه ذکر شده در گزارش آمده است روز اول سپتامبر 2013 نزدیک ساعت 5 و 15 دقیقه ی صبح بردان مسلح وارد کمپ اشرف شدند این مردان ملبس بودند به یونیفرم مشابه اعضای لشکر طلایی که یک نیروی ویژه‌ای تحت امر وزارت کشور اراق است. آنها دارای تفنگ‌های آکا 47 مجهز به صدا کن، سلاح کمری و مواد منفجره بودند. برخی از ساکنان اشرف که متوجه ورود این مردان به کمپ شده بودند، بلافاصله به ساکنان دیگر هشدار دادند. این گروه با تیراندازی در کمپ پخ شدند و صاف و ساده اقدام به شلیک به ساکنانی کردند که هیچ کدام مسلح نبودند. ساکنان در مسیر یا در ساختمان هایی که مهاجمان دربشان را منهده می کردند کشتار شدند از جمله عباس گرمابی، ایرج احمدی، حمید جعفری، شهرام یاسری، خسرو سعیدی، علی حسینی و همچنین سعید نورسی کادر پزشکی که جراحات ناشی از شلیک بر روی آنها را مداوا میکرد، همگی در ساختمان امداد پزشکی اشرف کشته شدند در نمونه دیگری مهدی فتولاه نشاد در حالی که به او دستبند زده بودند با شلی که یک گلوله در سر او را کشتند حسین مدنی نیز در حالی که از نوعی شکم مجروح شده بود و داشت برای دریافت کمک با تلفن موبایل با یونامی تماس می گرفت کشته شد علاوه بر کشتور عمدی پنج و تن از ساکنان با هفت تن از ساکنان شامل شش زن و یک مرد را همراه خود بردند که گزارش پرسوس آنها را گروگان توصیف می کند ام از این که گروگان به معنی رایج کلمه باشد یا به معنی ذکر شده در کنوانسیون ملل متحد مورخ 17 دسامبر 1979 علیه گروگانگیری ماده یک بند یک و بالاخره نیروی مهاجم در حمله اول سپتامبر به اشرف به تخریب و یا وارد ساختن خسارت به اموال منقول، خودروها و غیر منقول، ساختمانها و نمادها که بخشی از کمپ بود، مبادرت کردند. مهاجمان به نظر میرسد که اشرف را حوالی ساعت هفت صبح به وقت محلی ترک کرده باشند و همراه خود هفتن از ساکنان را به مقصدی بردند که هنوز ناشناس باقی مانده است. وخیمترین وقایع مربوطه از یک طرف عبارتند از قتل و از طرف دیگر محرومیت از آزادی که در نقض حقوق بین الملل رخ داده و شبیه به ناپدید شدنهای اجباری است از هنگامی که از سرنوشت در انتظار ربود شدگان و مکانی که در آنجا هستند هیچ اطلاعی در دست نیست این توصیفات طبق اساسنامی دادگاه جنایی بین المللی ماده هفت بند یک آی و دو آی در مورد اعمال صورت گرفته علیه ساکنان اشرف صدق می کند. حمله اول سپتامبر به اشرف طبق اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی ماده هفت بند یک آ و بند دو آ یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر مسلح است که در امتداد سیاست یک دولت یا یک سازمان به وقوع پیوسته است یک تن ساکن اشرف بدون سلاح بودند و به عملی نظامی مبادرت نکردند لذا آنها یک جمعیت غیر مسلح را تشکیل می دادند که عمل مسلحانه بر ضد آنها در اول سپتامبر 2013 یک حمله به معنی واقعی کلمه بوده است به عبارت دیگر این وقایع معیارهای مادی قتل نفس بازداشت های خودسرانه و حمله گسترده علیه یک جمعیت غیرمسلح مسلح را دارا بوده و طبق ماده هفت اساسنامه دادگاه جنایی بینون جنایت علیه بشریت به شمار می رود. هرچند عراق عضو اساسنامه دادگاه جنایی بین نیست اما ویژگی عرفی حقوق مادی که در اساسنامی دادگاه آمده توسط رویه قضایی بین المللی به رسمیت شناخته شده است علاوه بر آن متن ماده هفت اساسنامه به لحاظ محتوا با متن ماده هجده طرح قانون جرائم علیه صلح و امنیت بین المللی مسبب کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1996 یکسان است که با هدف قانونی کردن عرف بین الملل ایجاد شده است لذا وقایع مورد نظر به درستی تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت هستند و از این نقطه نظر امضا کننده نظریه حاضر با تحلیل و نتیجه گیری های گزارش پرسوس موافق است مسئولیت حکومت عراق عناوین جرایم حقوق بین الملل در منابع حقوق بین الملل پیش بینی شده است این منابع از جمله عبارتند از ماده هفته اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی، المللی ماده هجده طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل، از قانون جرایم علیه صلح و امنیت بین‌المللی، المللی اساسنامه های دستگاه های قضایی گوناگون کیفری بین‌المللی، المللی ماده سی شش دادگاه نورنبرگ و ماده سی پنج توکیو ماده پنج دادگاه یوگسلاوی سابق ماده سه دادگاه رواندا و غیره وقایع اول سپتامبر 2013 در اشرف طبق ماده اول از پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت کشورها مسبب سال 2001 وقایع غیرقانونی بین المللی به شمار می‌روند. با وجود اینکه اراق دخالتش را در این جرائم انکار می کند ولی بند چهارم ماده 25 اساسنامی دادگاه جنایی بین المللی می گوید هیچ یک از مقررات اساسنامی حاضر در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص بر روی مسئولیت کشور در حقوق بین الملل تأثیر نمی گذارد. همچنین دادگاه عدالت بین المللی به رسمیت شناخته است که جرائم حقوق بین الملل که اشخاص حقیقی مرتکب می شوند می تواند به دولت ها نسبت داده شود در پرونده مربوط به اجرای کنوانسیون جلوگیری از سرکوب و نسل در بوسنی هرزگوین سربستان به اصل صلاحیت دادگاه اعتراض و استدلال کرد که این جرائم توسط اشخاص انجام شده نه دولت اما دادگاه ضمن رد کردن این استدلال تاکید کرد که کنوانسیون دولت‌ها را مجبور به جلوگیری از نسل کشی کرده است. دادگاه همچنین گفت اینکه مواد 5 شش و هفت کنوانسیون 1948 روی افراد متمرکز است به این معنی نیست که نتوان دولتها را به جلوگیری از این جرائم متعهد کرده. به بیان دیگر جرائم علیه بشریت که در اول سپتامبر 2013 در اشرف به وقوع پیوست را میتوان به لحاظ قضایی به عراق به عنوان یک دولت نسبت داد تا تحت بررسی و رسیدگی قانونی قرار بگیرد.